کولسیان فصل سوم. مگر شما با مسیح زنده نشده اید؟ پس در این صورت شما باید به چیزهای آسمانی، جایی که مسیح در آنجا در دست راست خدا نشسته است، دل ببندید. درباره آنچه در عالم بالاست بیندیشید، نه به آنچه بر روی زمین است. زیرا شما مرده اید و زندگی شما اکنون با مسیح در خدا پنهان است. وقتی مسیح که زندگی ماست ظهور کند، شما نیز با او در شکوه و جلال ظهور خواهید کرد. بنابراین تمایلات دنیوی یعنی زنا، ناپاکی، هوا و هوس، شهوت و طمع را که یک نوع بت‌پرستی است در خود نابود سازید. به سبب این اعمال است که مردم سرکش گرفتار غضب خدا می شوند. زمانی که شما در آن وضع زندگی می کردید، اعمال شما نیز مانند دیگران بود. اکنون شما همچنین باید خشم، غیظ و بدخواهی را از دلهایتان و تهمت و حرفهای زشت را از لبهای خود به طور کلی دور سازید. دیگر دروغ نگویید، زیرا با آن آدمی که در سابق بودید و عاداتش قطع رابطه کرده اید و زندگی را به صورت انسان نوی شروع کرده اید، انسانی که پیوسته در شباهت خالق خود به شکل تازه در می آید تا رفته رفته به معرفت کامل خدا برسد. پس بین یونانی و یهودی، سنت شده و نشده، با تمدن و وحشی، غلام و آزاد فرقی وجود ندارد، بلکه مسیح همه چیز است و در همه می باشد. پس شما که برگزیدگان مقدس و محبوب خدا هستید، خود را با دلسوزی، مهربانی، بیکبری، ملایمت و بردباری بپوشید. متحمل یکدیگر شوید. اگر از دیگران شکوه و شکایتی دارید، یکدیگر را عفو کنید. و چنان که خداوند شما را بخشیده است، شما نیز یکدیگر را ببخشید. به همه اینها محبت را اضافه کنید، زیرا محبت همه چیز را به هم می پیوندد و تکمیل می کند. سلامتی که مسیح به شما می بخشد، قاضی وجدان شما باشد. چون خدا شما را به عنوان اعضای یک بدن به این سلامتی دعوت کرده است، شما باید سپاسگزار باشید. اجازه بدهید که پیام مسیح با تمام ثروتمندیش سر تا سر وجود شما را فرا گیرد. یک دیگر را با نهایت خردمندی تعلیم و پند دهید و با سپاسگزاری در دلهای خود زبور و ستایش و سرودهای روحانی برای خدا بخوانید. هر چی می کنید، چه گفتار باشد، چه کردار، همه را به نام عیسی خداوند انجام دهید و در عین حال خدای پدر را دائما سپاس گویید. ای زنان، تابع شوهران خود باشید، زیرا این کار وظیفه مسیحی شماست. ای شوهران، زنانتان را دوست بدارید و با آنان تندی نکنید. ای فرزندان، از والدین خود در هر امری اطاعت کنید، زیرا این کار خداوند را خوشنود می سازد. ای پدران، بر اولاد خود زیاد سخت نگیرید، مبادا دل سرد شوند. ای غلامان، در کلیه امور تابع اربابان خود که مانند شما بشرند باشید و اطاعت شما فقط به خاطر این نباشد که تحت مراقبت هستید یا می خواهید دیگران را خوشنود سازید، بلکه با خلوص نیت و خدا ترسی اطاعت کنید و کارهای را که به شما رجوع می کنند با جان و دل انجام دهید، چنان که گویی برای خداوند کار می کنید نه برای بشر، زیرا می دانید خداوند میراثی به عنوان اجر به شما عطا خواهد کرد. مسیح ارباب شماست و شما غلامان او هستید. شخص بدکار جزای بدی خود را خواهد دید و نزد خدا طرفداری نیست.